دوستان گرانقدر به بخش دوم درس روزی 31 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس در مینوی کستومرز روی کرییت سیل آردرز و سیلز آردرز فلفلمنت ورشیت صحبت میکنیم. کرییت سیل آردر به خاطر چی استفاده میشه؟ اگر شما باید داشته باشین، در درس قبلی ما شما روی جور کردن استیمیتس یا کوتیشن صحبت کردیم که در حقیقت استیمیت یا کوتیشن ورقی است که ما به حیث ورق نرخگیری به یک نفر میدیم که اینمی جنسی که شما خوش کردین قیمتش اینقدر است. فرض مثال یک نفر از پیش ما کوتیشن گرفت، استیمیت گرفت و رفت دو روز بعد یا سه روز بعد یا یک روز بعد یا از طریق ایمیل و یا از طریق تلفن با ما تماس گرفت، ارتباط شد، گفت که بیادر ما از پیش شما یک کوتیشن گرفته بودیم و کوتیشن نمبر دوسته اونمو آیتمی که شما برای ما در کوتیشن ذکر کرده بودین، اونو قیمتی که شما ذکر کرده بودین به طبیعت ماست، ما علاقمند هستیم که او را خریداری کنیم، شما یک 20 قلم از امو آیتم برای ما جور کنین، ما بعدا باز میایم از پیشتان او را میخریم. پس وقتی که یک مشتری برای ما از طریق ایمیل یا از طریق تلفن همراه ما تماس میگیره به خاطر یک خریداری جنس که به اساس کوتیشن باشه، اینمی را به نام پرچیز آردر یاد میکنه. یعنی اون مشتری برای ما یک آردر کرد، به خاطر چی؟ به خاطر پرچیزینگ. یعنی او برای ما پرچیز آردر کرد که بیادر ما اینی جنس به اینمی نام که از ما پیش شما پرچیز میکنیم. او در برنامه کویک بوکس خود به حیث پرچیز آردر او را میرسانه و ما و شما در برنامه کویک بوکس به نام سیل آردر میرسانیم. و این سیل آردر میشه که به اساس یک استیمیت باشه و یا بدون استیمیت هم باشه. مثلا یک نفر از پیش ما و شما هیچ استیمیت نگرفته، زنگ میزنه پرسان میکنه که بیادر یک دانه یک تی بی هارد دیسک صحیح سی یا 1000 جی بی هارد دیسک هست، ما کار داریم، قیمتش چقدر است؟ ما میگیم که 3000 افغانی. اونا برای ما میگه 20 تا جور کنین بیادر ما سبا میاییم از پیشتان خریداری میکنیم. اینی را که ما شما در برنامه کویک بوکس میرسانیم به نام از کرییت سیل آردر ایره میرسانیم. یعنی ما در اینجا برای از اون نفر یک سیل آردر جور میکنیم که به اساس اونمو سیل آردر باز ما برای از اون نفر یک اینوایس جور میکنیم. خب طریقی جور کردن سیل آردر به مشتری چه قسم است؟ میایین روی کرییت سیل آردر کلیک میکنین شما. وقتی که روی کرییت سیل آردر کلیک کردین شما به این شکل یک صفحه باز میشه. اولین کاری که شما در این صفحه میکنین نام مشتری رو انتخاب میکنین که با کدام مشتری سیل آردر جور میکنین. مثلا با علی احمد سیل آردر جور میکنم. خب بسیار خوب، در اینجا معلومات تمام دیتیل از اون نفر میه. سیل آردر نمبر چند است؟ میگم سیل آردر نمبر 1 است. تاریخ سیل آردر میگم که ای برای ما این از پیش ما کوتیشن یا استیمیت گرفته بود به تاریخ 15 و زنگ زد برای ما سیل آردر کرد برای ما به تاریخ 20. از چی سیل آردر کرد؟ مثلا از پیش ما کوتیشن گرفته بود از 1 تی بی هارد دیسک و 64 جی بی یو اس بی دیسک. کوتیشن یک دانه را گرفته بود، برای ما گفت که بیادر دادن ازیر برای ما جور کو و دادن ازیر برای ما جور کو. خب قبل از اینکه ایره ما پروسس کنم، شما یک چیز متوجه باشین که اگر شما بیاین در فیزیکال اینونتری ورشیتی کمپانی ما، فعلاً با ما 20 تانه هارد دیسک است و 20 تانه یو اس بی دیسک است همراه ما شما. خب وقتی که شما متعدادی که آردر کرده ایرم نوشته کرده، این یونیت آف میزرمنتش هم مشخص است، قیمتایش هم مشخص است، بعد از او ما شما چی میکنیم؟ فقط روی سیو این کلوز کلیک میکنیم. وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردین، سیل آردر و استیمیت هر دویشان بالای اویلیبل اینونتری که با ما در کمپانی ما شما هست هیچ ارتباطی نداره. یعنی به این معنی حال اگر شما بیاین در فیزیکال اینونتری ورشیت، هیچ تغییرات در اینجا نامده، به خاطر از این آمده که او نفر از پیش ما شما چیزی رو نبرده، نخریده، فقط یک آردر کرده که بیادر این چیزها رو ما کار داریم. پس اینونتری ما شما کم نشده و نه کم میشه. یعنی به جور کردن استیمیت و سیل آردر اینونتری ما شما کم نمیشه. اگر ما شما بیایم باز در مینوی کاستومرز روی کاستومر سنتر کلیک کنیم، شما در اینجا ببینین در بیلنس های مشتری های ما شما هم چیز تغییرات نامده، به خاطر از اینکه
در حقیقت اینا از پیش ما چیزی رو خریداری نکده، وقتی که خریداری نکده چه قسم قرضدار شوه از ما شما؟ بجور کردن استیمیت و سلادر یک مشتری از ما شما قرضدار نمیشه، این متوجه باشیم. خب این بود طریقه جور کردن سلادر. ما چی میکنیم؟ یک سلادر به این مشتری خارجی ما شما که واحد پولیش یو اس دلار است، این رو یک دانه استیمیت جور میکنم. میام روی مینوی کستومرز و بعد از او کریت سلادرز این انتخاب میکنم. وقتی که او را انتخاب کردی برازی ای آردر چی کده میگم ای برای ما آردر کد عظیمی. خب پیش ازی که ای را آیتم انتخاب کنین ای را متوجه باشین که معلومات باید درش کنین، تاریخی آردر هم باید شما مشخص کنین و اکسچنج ریت هم باید مشخص کنین. اگه ای کار نکدین ترانزیکشنی که شما ریکارد میکنین اشتباس. بعد میان شما چی میکنین؟ آیتم انتخاب میکنین، مثلا اینی آیتم برای ما اینا آردر کده و اینی آیتم برای ما اینا آرڈر کرده. کوانتیتی چقدر آرڈر کرده؟ مثلا این 5 دونه آرڈر کرده و هم اینی آیتم هم 5 دونه آرڈر کرده و این آیتم دیگر هم 5 دونه آرڈر کرده برای ما شما. مکمل چقدر میشه؟ مکمل 25498.55 افغانی میشه که در حقیقت 331 دلار است. اگر کدام مسه چیزا رو نوشته میکنه نوشته کو غیر از اون نیاز نیست. ایره میتونین شما به مو مشتری که امرایت برایتون یک پرچیز آردر ایمیل کده بود شما ایره میتونین که ایمیل کنین به هیچ سل آردر به این نفر و ایره پرندشم با خود نگاه کده میتونین. بعد از ما میم روی سیو این کلوز کلیک میکنم. وقتی که روی سیو این کلوز کلیک کردیم ایره اگنور میکنم، ده هستری این نفرم که هست یک دانه سل آردر جور شد، آردر نمبر چند است دوست دواده اینجا یک دانه سل آردر جور شد که آردر نمبر چند است یک است. کماندی بعدی که همراه ما شما در برنامه کویک بوکس وجود داره به نام سلز آردر فولفیلمنت ورکشیت است. سلز آردر فولفیلمنت ورکشیت به خاطر از این استفاده میشه بعد از اینکه یک نفر برای ما آرڈر کرد، وقت از این است که وقت از این رسیده که ما شما برزو باید اونو وسایلی که اینا آرڈر کرده فولفیل کنیم، یعنی آماده کنیم برزو. فولفیل به معنای آماده کردن و جور کردن است. خب وقتی که روی اینمی فولفیلمنت ورکشیت شما کلیک کنین، دیجا لیست تمام آرڈرهایی که برای ما شما مشتریا آرڈر کده باشه اوارا برای ما نشون میدن. نام مشتری، تاریخ شیپمنت دیت و نمبر مو آرڈر و نام به مشکل انتر دیت و شیپ دیت، نمبر آرڈر، نام مشتری و به مشکل اماونتی، مکمل اماونتی که اینا برای ما آرڈر کده. مثلا برای ما شما بین میگه یک آرڈر که است، آرڈر نمبر 1 که است بر شما علی احمد کده از 51000 افغانی است، آرڈر نمبر 2 که است بر شما امید خان کده و 331 دلار است. اگر شما علاقمند هستین که میخواین ببینین که اینی آرڈر دای چی دخیل است، کدام آیتم است، روی اونمو آرڈر کلیک کنین. وقتی که مثلا آرڈر شما انتخاب کردین در این قسمت پایین که است، مکمل امو آرڈر دیتیل برای ما نشون میده. شما اینجا ببینین برای ما میگه اینی آرڈر که است، آرڈر نمبر 2 است، 1 تی بی هارد دیسک، 64 جی بی یو اس بی دیسک است و 5 دانه ازیر آرڈر کرده، 5 دانه ازیر آرڈر کرده، درسته؟ و اگر شما متوجه باشین با ما چقدر فیزیکال اینونتوری ورشیت که شما رفتین با ما 20 دانه هارد دیسک بود و 20 دانه 64 جی بی یو اس بی دیسک بود. برای ما میگه اگر شما ایره اینمی آرڈر مثلا شما فولفیل کنین، با شما کس 15 دانه ازی 15 دانه ازی کس ان الوکیتد د اینونتوری ورشیت شما کس میمونه. تعداد یا کوانتیتی تو فولفیل که هست چقدر از 5 دانه سید شما کم و زیاد کدام میتونین و از اینجا برتون معلوم میشه که آیا با ما کس در فیزیکال اینونتری وجود داره یا نداره. اگه باشه در اینجا برای ما نشان میده، اگه نباشه برای ما در اینجا نشان میده. پس وقتی که ما او رو انتخاب کنیم بریم، اگه باشه برای ما معلوم میشه که ما میتونیم آرڈر زور فولفیل کنیم یا نمیتونیم آرڈر زور فولفیل کنیم، صحیح است؟ بعد از اینکه کار شد شما میتونید این رو پرینت هم کنین به خاطر نفری که اینی اینونتری رو پک میکنه، صحیح است؟ کسی که پکینگ میکنه برای روی یک سلپ هم داده میتونه که بیادر به اساس اینمی آرڈر نمبر که این مشتری برای ما آرڈر کرده شما اینه که اینوینتری ده که پیش ما است ایره پیک کنین و آمده کنین که مشتری میای باز پیش ما شما میبره و همچنان میتونین پک لیست هم شما جور کنین به اساس زمو. خب اگر دیگه مشتری رو مثلا آرڈر نمبر ما شما انتخاب کنین، مثلا که آرڈر نمبر 1 است، ایجن برای ما نشون میده که بیادر دای اینمی دو دونه آیتم است، خود ایداد از یا کس فرق میکنه. و اگر شما اینمی کوانتیتی را اینمی کوانتیتی که داده دانه است ایره فولفیل کنین، اینی کوانتیتی را ان الوکیتد پیش شما در گودام که است داده دانه میمونه، قیمت چیزایش هم برای ما هم نشان میده. دیگه ای بود دوستا امرای ما شما کماند سل آردر فولفیلمنت ورکشیت که استفادهش چیست و چه قسم ما شما از او
استفاده میکنیم.